بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. سخنرانی سالانه آیت الله العظمی شیرازی در اجتماع عزاداران به مناسبت شهادت پیامبر اکرم. آغاز مشایعه به سمت نجف اشرف به مناسبت شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. دیدار مسئول روابط عمومی اتحادیه شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی شیعیان با مسئول مجمع رسانه امام حسین علیه السلام. و دولت‌های بریتانیا و آلمان به دنبال بازگرداندن مهاجران و پناهجویان غیرقانونی. وقت شما بخیر. همزمان با ایام شهادت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، سخنرانی سالانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در اجتماع عزاداران در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی دفتر آیت الله العظمی شیرازی صادر شده، این سخنرانی سالانه دوشنبه 12 شهریور مصادف با 28 صفرالاحزان هجری قمری سال 14 ساعت 14 به وقت شهر مقدس قم انجام می شود. پیش بینی می شود همانند سالهای گذشته صدها تن از علما، فضلا، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی، عموم شیعیان و مقلدان آیت الله العظمی شیرازی در این مجلس شرکت کنند و از بیانات آیت الله العظمی شیرازی استفاده نمایند. بیانات آیت الله العظمی شیرازی به صورت زنده از شبکه‌های ششگانه مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و سایر شبکه‌های مستقل شیعی با دوبله همزمان عربی، انگلیسی، اردو و ترکی پخش می‌شود. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. عصر روز جمعه حرم مطهر علوی شاهد برافراشته شدن پرچم اندوه و عزا به مناسبت بزرگداشت شهادت پیامبر رحمت و بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود. در این مراسم جمع زیادی از مردم عزادار و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شرکت کردند و به اقامه عزا برای آن حضرت پرداختند. گفتنی است موکبها و هیئت‌های حسینی در شهر نجف اشرف نیز مانند سالهای گذشته خود را برای پذیرایی از زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام مهیا کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان از ناپدید کردن افراد به شکل ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد خود از جمله روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و زنان معترض استفاده می کنند. این سازمان روز جمعه 9 شهریور در پیامی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان گفته است که طالبان باید فوراً به ناپدید کردن پایان داده و افراد تحت بازداشت را آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر هم به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان گفته است که از اواخر دهه 1970 تا کنون ده‌ها هزار نفر در افغانستان توسط نیروهای دولتی یا شبه نظامیان بازداشت و ناپدید شدند. بزرگترین مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه بانوان از 10 شهریور ماه در شهر دارالسلام تانزانیا برگزار شد. این مسابقات در رشته های حفظ 1 جزء، 3 جزء، 5 جزء، 7 جزء، 10 جزء، 15 جزء، 20 جزء، 25 جزء و 30 جزء قرآن کریم برگزار می شود و در هر رشته به 3 نفر از برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
گفتنی است یکی از ویژگی‌های این همایش نمایش نسخه از قرآن الکترونیکی می باشد. وزیر کشور ترکیه از دستگیری نزدیک به 120 فرد مظنون به عضویت در گروه سنی‌های تندروی داعش در جریان یک رشته عملیات امنیتی چند روزه در شمار زیادی از استان‌های این کشور خبر می‌دهد. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد افراد مظنون به عضویت در گروه سنی‌های تندروی داعش در جریان عملیات پنج روزه خود در عملیات گرز 10 در 23 استان ترکیه از جمله استانبول و آنکارا دستگیر شده‌اند. تأکید کرد که این عملیات را نیروهای ادارات پلیس در استان‌های مذکور با هماهنگی اداره کل امنیت و اداره مبارزه با تروریسم این کشور انجام دادند. اعتراضات خیابانی در حداقل 16 شهر اندونزی از جمله جاکارتا پایتخت این کشور پس از دعوت ائتلاف حاکم جوکووی رئیس جمهور این کشور از متحدان خود برای تشکیل جلسه در پارلمان در 22 اوت برای اصلاح قانون انتخابات و اجازه دادن به نامزدهای زیر 30 سال برای شرکت در انتخابات آغاز شده است. در این حوادث صدها معترض در محاصره افسران پلیس و گارد ریاست جمهوری با سر دادن شعارهای رئیس جمهور را به فساد و رانتخاری متهم کردند. شاید ذکر است پلیس حداقل 300 معترض را که اکثرا دانش آموزان دبیرستانی بودند به اتهام حمله به پلیس و تخریب حصار محوطه پارلمان دستگیر کرد. شیعیان جهان به خصوص مردم عراق در ایام منتهی به 28 صفر از شهرهای مختلف مسافتی را با پای پیاده به سوی نجف اشرف طی می کنند تا به زیارت مرقد مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشرف شوند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در سال روز شهادت پیامبر اکرم، زائران عزادار از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورها با پای پیاده به سمت نجف اشرف جهت عرض تسلیت به محضر مقدس مولای متقیان رهسپار می شوند. این روزها مسیرهای منتهی به نجف اشرف صحنه ورود تعداد بسیاری از زائران پیاده است که به منظور بزرگداشت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برابر با روز دوشنبه 28 صفر 1446 هجری قمری قصد عزیمت به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دارند. همچنین موکب‌های خدمت رسانی در امتداد مسیرهای منتهی به نجف اشرف جهت ارائه خدمات به زائران و اسکان آنها در خانه‌های مسکونی نزدیک مستقر شدند. همزمان پرچم سیاه یا سید الانبیاء والمرسلین به مناسبت سال روز شهادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایوان طلای حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نصب شده است. شایان ذکر است زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سال روز شهادت پیامبر اکرم از بهترین و مؤکدترین اعمال مستحبی به شمار می رود که در روایات شریفه از اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ذکر شده است. با توجه به منابع اسلامی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مرگ عادی از دنیا نرفتند، بلکه با زهر مسموم و به شهادت رسیدند. لذا به کار نبردن واژه شهادت برای ایشان یکی از مظلومیت‌های آن حضرت است. در کیفیت مسمومیت پیامبر اکرم و اینکه چه کسانی و با چه انگیزه ای ایشان را مسموم کرده اند، روایات متعددی در منابع شیعه و اهل تسنن و در کتب مختلف تاریخی شرح ماجرا و به وضوح بیان شده است. در سال جاری در حالی که مراسم بزرگداشت زیارت اربعین به صورت میلیونی و بی‌نظیر در شهر مقدس کربلا برگزار شد،
طی روزهای منتهی به 28 صفر مشای به سمت نجف اشرف به مناسبت شهادت پیامبر اکرم آغاز شده است. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش زنده مشایه مردم عراق به سمت نجف اشرف به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را نیز پوشش می دهد. علاقمندان در سراسر جهان می توانند از طریق فرکانس های این مجموعه رسانه ای به شبکه امام حسین علیه السلام دسترسی یافته و تصاویر زنده مشایه شهادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را مشاهده کنند. این تصاویر با شکوه در بسترهای فضای مجازی مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام مانند فیسبوک، یوتیوب، باکس تیوی ها و اپلیکیشن این مجموعه رسانه ای نیز پخش می شود. سید زید الغرابی الحسینی مسئول روابط عمومی اتحادیه شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی شیعه وابسته به دفتر آیت الله العظمی شیرازی با جناب شیخ مصطفی محمدی مدیر مسئول مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار که در برج مجموع رسانه امام حسین علیه السلام واقع در شهر مقدس کربلا صورت گرفت، شیخ عبدالحمید امیری مدیر دفتر مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در نجف اشرف نیز حضور داشت. شیخ مصطفی محمدی در این نشست ضمن خوشامدگویی به مسئول روابط عمومی اتحادیه شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی شیعه و هیئت همراه از تلاش‌های این اتحادیه در نشر معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام و ترویج پیام رسانه‌ای با هدف اتحاد صفوف امت اسلامی قدردانی کرد. در این دیدار که همچنین شاعر حسینی سید زکی الغرابی حضور داشت، در چارچوب تقویت همکاری بین نهادهای رسانه‌ای شیعی و وحدت رویه برای انتشار پیام اهل بیت علیهم السلام از طریق تریبون‌های مختلف رسانه‌ای بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کشورهای بریتانیا و آلمان به دنبال اقداماتی در جهت بازگرداندن مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی هستند که نتوانستند قبولی پناهندگی خود را به دست آورند و اکنون به شکل غیرقانونی در این کشورها زندگی می کنند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. بریتانیا و آلمان در حال پیگیری راهکاری برای انتقال مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی هستند که نتوانستند قبولی پناهندگی خود را به دست آورند و اکنون به شکل غیرقانونی در این کشورها زندگی می کنند. اما دولت‌های این دو کشور همچنان خود را نسبت به حمایت از حقوق افرادی که قبولی پناهندگی دریافت نموده و نیز مهاجران قانونی پایبند می دانند. دولت کارگر بریتانیا در همین راستا در حال برنامه ریزی برای بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورهایی از جمله عراق است تا از آمار پناهندگان و مهاجران بکاهد. وزارت کشور بریتانیا قراردادی برای 11 کشور آلبانی، بنگلادش، اتیوپی، غانا، هند، عراق، جامائیکا، نیجریه، پاکستان، ویتنام و زیمبابوه ارسال نموده تا زمینه ی اقامت افرادی که حق زندگی در بریتانیا و کشورهای خود را ندارند را در این کشورها فراهم نماید. دولت بریتانیا قصد دارد طی 6 ماه آینده بالاترین تعداد پناهجویان غیرقانونی را در 5 سال گذشته از این کشور منتقل نماید. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بریتانیا این تعداد ممکن است که شامل تا بیش از 14,000 نفر شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا که به تازگی به قدرت رسید همچنین متعهد شده است که باندهای قاچاقچیان را که مهاجران غیرقانونی را با قایق‌های کوچک از کانال منش عبور داده و به بریتانیا می‌آورند متلاشی کند. بر اساس آخرین آمار بیش از 20,000 مهاجر پس از عبور از فرانسه با کشتی‌های اولیه در سال جاری وارد بریتانیا شدند. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی افزایش یافته است، اما در سال 2022 کاهش یافته است. مؤسسات خیریه پناهندگان از دولت بریتانیا خواستند
تا مسیرهای امن‌تری ایجاد کند تا آنان را از سفر خطرناک باز دارد. صدر اعظم سوسیال دموکرات آلمان هم درخواست مخالفان برای توقف پذیرش پناهجویان از سوریه و افغانستان را رد کرد، اما قول داد اقدامات سخت گیرانه تر برای اخراج متخلفانی که اقدامات خشونت آمیزی انجام می دهند در نظر بگیرد. شولز اعلام کرد که پلیس کنترل های بیشتری را در مرزهای زمینی این کشور انجام خواهد داد و اقدامات سخت گیرانه تری را برای اخراج متخلفانی که اقدامات خشونت آمیز انجام می دهند اعمال خواهد کرد. این سیاستمدار سوسیال دموکرات به شبکه تلویزیونی ZDF گفت به صراحت اعلام می کنم که ما معاهدات بین المللی امضا شده توسط آلمان را نقض نخواهیم کرد. ما از قوانین اتحادیه اروپا و قوانین اساسی خود تبعیت خواهیم کرد. اقداماتی که علیه مهاجران غیرقانونی و مجرمان خشن صورت می گیرد نباید به پناهندگانی که واقعا در آلمان به حمایت نیاز دارند آسیب برساند. گفتنی است که حزب دموکرات مسیحی که اپوزیسیون اصلی آلمان است، خواستار تصمیمات سریع از دولت برای بازنگری شدید سیاست مهاجرت شده، اما دولت فعلی درخواست مخالفان را برای بازگرداندن کامل همه پناهجویان از سوریه و افغانستان رد کرد. و ما خبر پایانی امشب، کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به قانون امر به معروف طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند این قانون نشان دهنده عقب‌گرد جدی حقوق بشر در افغانستان و حاکی از تشدید سرکوبگری و یادآوری رژیم طالبان در دهه 1990 است. آنها گفتند این قانون تبعیض و سرکوب را نهادینه و منجر به جرایم علیه بشریت می شود. این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای گفتند که این قانون سلطه ظالمانه طالبان بر زندگی شهروندان افغانستان را عمیق‌تر می کند. کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون جدید طالبان اقدامات سرکوبگرایانه را بیشتر کرده است، طوری که زنان به خاطر صحبت کردن در خارج از خانه خود مجازات می شود. در این بیانیه آمده است که قانون امر به معروف طالبان محدودیت های شدیدی را بر آزادی بیان اعمال می کند و خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد. گزارش های مستقر را سانسور می کند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می کند. در روزهای اخیر سازمان های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سخنرانی سالانه آیت الله العظمی شیرازی در اجتماع عزاداران به مناسبت شهادت پیامبر اکرم. آغاز مشایعه به سمت نجف اشرف به مناسبت شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. دیدار مسئول روابط عمومی اتحادیه شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی شیعیان با مسئول مجمع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام. دولت‌های بریتانیا و آلمان به دنبال بازگرداندن مهاجران و پناهجویان غیرقانونی. و هشدار کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف طالبان منجر به جرایم علیه بشریت می شود. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.